وزیر جهاد کشاورزی تداوم خشکسالی، کم‌آبی و پدیده گرد و غبار و ریزگردها را یکی از چالش‌های مهم کشورهای منطقه غرب آسیا خواند و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای برای حل مضرا خواستار شد. محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در 34مین نشست منطقه‌ای خاور نزدیک و شمال آفریقا در مقر فاو که با حضور وزیران کشاورزی و مقامات بلندپایه 28 کشور جهان در حال برگزاری است، بر ضرورت تدوین یک برنامه جامع اقدام منطقه‌ای برای کاهش آسیب پذیری و افزایش سازگاری بخش کشاورزی در مقابل تغییرات اقلیمی به ویژه در خصوص کم آبی و مقابله با ریزگردها تاکید کرد. یکی از مباحثی که در این نشست مورد تاکید قرار گرفته و ادامه داره بحث مربوط به ریزگرد هاست، خصوصا در منطقه خاورمیانه شمال آفریقا با توجه به تغییرات اقلیم و مسائلی که در ارتباط با خشکی، کم آبی، کم بارشی ایجاد شده و آثاری که بر تولید محصولات کشاورزی داره، آثاری که بر مهاجرت روستاییان و کشاورزان داره، کاهش درآمد روستاییان داره، مثلا مشکلاتی که در این زمینه هست رو مورد بحث و بررسی قرار گرفته و دنبال داره میشه. اخوزه گرفتینا دا سیلوا مدیر کل فاو در این نشست با تاکید بر تقویت همکاری های منطقه‌ای در زمینه سازگاری با آثار تغییرات اقلیمی و خشکسالی ها از آغاز یک پروژه ابتکار عمل منطقه‌ای با هدف مقابله با کم آبی و افزایش بهره‌وری مصرف آب در کشاورزی خبر داد و از نقش موثر جمهوری اسلامی ایران در شکل گیری و اجرایی شدن این ابتکار عمل منطقه‌ای قدردانی کرد. چالش های اشتغال جوانان و مهاجرت و همچنین انتقال فرامرزی بیماری های گیاهی، دامی و آبزیان از دیگر محورهای اصلی این نشست دو روزه در فاو. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام.